آیا با وجود نظم نوین جهانی ما در امنیت هستیم؟ سازمان ملل متحد با میلیاردها دلار بودجه چه کمکی به امنیت جهان می‌کند؟ مدعیان مدیریت جهانی تا کنون چقدر موجبات ناامنی را سرتاسر جهان فراهم کردند؟ آمار تلفات و خسارات جنگی در چند دهه اخیر چقدر است؟ تروریسم بین المللی تا کجا به دنبال ایجاد ناامنی در مناطق مختلف دنیا است؟ آیا شیوه های نوین تروریسم را می شناسیم؟ بیوتروریسم نوعی از ترور است که از زمانهای قدیم رایج بوده است، مخصوصاً در جنگهای طولانی. این شیوه در مقایسه با سایر شیوه ها از مزایای بیشتری برخوردار است. در این شکل از ترور با استفاده از عوامل بیولوژیکی با هدف ایجاد وحشت و از بین بردن انسانها، حیوانات و گیاهان اقداماتی صورت می‌گیرد. از جمله مصادیق این تروریسم نوین، آلوده کردن آب زمزم است که طی گزارشی در گاردین از قول سازمان جهانی بهداشت در سال 2006 اعلام شده است، وضعیت بیماری مسلمانانی که به حج می روند نشان می دهد آلودگی آب زمزم بدون برنامه ریزی و اتفاقی نیست. اسنادی در دست است که نشان می دهد موساد و امریکا با همدستی عربستان سال هاست به مسموم کردن مسلمانان حاضر در حج اقدام می کند. حجم آرسنیک موجود در آب زمزم 3 برابر توان بدن انسان است. حذف فیزیکی و خاموش افراد یکی از بخش‌های عمده بیوتروریسم است. در این شیوه فرد مورد نظر به واسطه عامل بیولوژیکی مورد هدف قرار می‌گیرد. از مصادیق بین‌المللی آن ترور ودیع حداد، رهبر جنبش مردمی آزادی فلسطین با خوراندن شکلات مسموم در سال 1978، ترور نافرجام خالد مشعل رهبر حماس با اسپری کردن سم در گوش او در اردن سال 1997 و ترور محمود المبهوح رهبر حماس در هتلی در دبی در سال 2010 است که توسط موساد انجام شده و اسرائیل رسما مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. به جز این موارد، ترور آیت الله سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با قهوه مسموم به تالیوم و ترور یاسر عرفات رهبر جنبش آزادی فلسطین به وسیله آلوده کردن لباسهایش به مواد رادیواکتیو یا ترور ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین با گاز دیوکسین از نمونه های ترور بیولوژیکی در سالهای اخیر است. غیر از مصادیق بین المللی ترورها که ابعاد گسترده و عمیق آن را نشان می‌دهد، ترورهای بیولوژیک داخلی نظیر ترور آیت الله ربانی املاشی نماینده مجلس خبرگان با مواد سرطانزا، دکتر کاظم آشتیانی رئیس مؤسسه رویان، بیژن نوباوه نماینده مجلس، نادر طالبزاده مستندساز وجود دارند که نشان می‌دهد دشمن از سالها قبل تا کنون به دنبال این گونه ترورها در داخل ایران نیز بوده است. به نظر می رسد حذف خاموش افراد کمترین هزینه رسانه‌ای را برای دولت‌ها و گروه‌های مخالف دارد و شاید حتی پس از سالها عامل ترور شناسایی نشود و علت فوت طبیعی تلقی شود. البته می توان علل دیگری نیز برای استفاده از این نوع ترور برشمرد، از جمله اینکه این گونه حذف خاموش از مهم شدن و نماد شدن فرد مورد هدف جلوگیری می کند، زیرا در بیشتر مواقع نمی توان کاملا اثبات کرد که ترور اتفاق افتاده است. بخش بعدی بیوتروریسم استفاده از آن به عنوان سلاح جنگی است. از این سلاح‌ها معمولاً برای ناتوان ساختن دشمن در طولانی مدت یا کوتاه مدت استفاده می‌شود. سلاح‌های بیولوژیکی در مقایسه با سایر سلاح‌ها از قدرت بیشتری برخوردارند. به عنوان مثال، بر اساس پیشبینی سازمان جهانی بهداشت، رهاسازی 50 کیلوگرم عامل سیاه زخم در طول یک خط 2 کیلومتری در یک جمعیت 500,000 نفری باعث 125,000 مورد بیماری و 950 مورد مرگ می شود که در مقایسه با سایر جنگ افزارها رقم عظیمی است. از دیگر مزیت‌های حملات بیولوژیکی دشواری دفاع در برابر آن است.
به دلیل عدم شناخت عامل و فقدان آمادگی لازم برای مقابله، شدت و وسعت صدمات وارده بسیار عظیم است. بخش دیگری از بیوتروریسم، بیوتروریسم کشاورزی است. هدف اصلی آن به خطر انداختن امنیت زنجیره غذایی هر کشور است. بنا به تحقیقات میدانی، قبل از انقلاب دو مورد حمله بیوتروریسم کشاورزی در ایران صورت گرفته، ولی این آمار بعد از انقلاب به 32 مرتبه رسیده است. در این روش با پخش عوامل بیماریزا توسط گیاهان، حیوانات و محصولات آنها، امنیت زنجیره غذایی و همینطور ذخایر غذایی هر کشوری به خطر می‌افتد. موارد متعددی می‌تواند مصداق بیوتروریسم کشاورزی باشد. از آن جمله می‌توان به پروژه هارپ اشاره کرد که توسط وزارت دفاع آمریکا راه اندازی شده و اداره می‌شود. این پروژه به دنبال برهم زدن و نابودی تنوع زیستی مناطق مختلف جهان است. نمونه دیگر این بیوتروریسم محصولات غذایی تراریخته هستند که با مهندسی ژنتیک تولید می شوند. این محصولات با تغییرات ژنتیکی که در آنها ایجاد می شود در طولانی مدت عوارضی دارند که موجب از بین رفتن نسل ها می شود. واردات بذرهای اصلاح شده یا آلوده به کشور نیز محصولات کشاورزی را مورد هدف قرار می دهند. متاسفانه نبود نظارت دقیق و همینطور قوانین لازم زیرساخت‌های کشاورزی و سلامت مردم را تهدید می‌کند. همه این موارد در حالی است که در فاصله جنگ جهانی اول و دوم پروتکل 1925 ژنو که به ممنوعیت استفاده از گازهای سمی و خفه کننده در جنگ‌ها و روش‌های جنگ بیولوژیک پرداخته است منعقد شد. پس از آن نیز کنوانسیونی صرفاً برای منع سلاح‌های بیولوژیکی طراحی شد که سال 1972 به امضای اعضا رسید و ایران نیز عضو آن است.